رئیس سازمان زندان‌ها در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که اکبر طبری نه عفو خورده و نه مرخصی رفته و نه الان در زندانه. او با تصمیم مرجع قضایی به صورت موقت بیرون از زندانه. او همچنین تأکید کرده که مهدی هاشمی هم آزاد شده و درباره محمد علی نجفی هم گفته فکر کنم او رضایت شاکیش رو هم گرفته. اما بعد از اون از وضعیت شهرام جزایری هم خبر داد که در زندانه. اما حضور اون در زندان با پخش ویدیویی از او در حال سیخ زدن کباب باعث حواشی زیادی شده. بسم الله الرحمن الرحیم، ما اینجا آشپز آقای مندل هستیم. کباب جنجر علاوه از شرط بسیار سخت علاوه بر کت الله و حالا مندل آقا اون پشمش خوابه. سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگه هنوز عضو این کانال نشدید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد که مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، اکبر طبری معاون قوه قضاییه در زمان ریاست صادق لاریجانی و محمد علی نجفی وزیر پیشین آموزش و پرورش که با جرایم سنگین مالی و قتل محکوم شده بودند از زندان آزاد شدند. روز پنجشنبه 8 تیر قوه قضاییه در اطلاعیه اعلام کرد بابک زنجانی و شهرام جزایری در زندان هستند، اما مهدی هاشمی و اکبر طبری در چارچوب موازین قانونی از زندان آزاد شدند. اما شهرام جزایری مفسد اقتصادی معروف باید یک دوره حبس طولانی مدت رو در زندان سپری کنه. وکیل شهرام جزایری درباره آخرین وضعیت موکلش توضیحاتی داده بود. شهرام جزایری عرب زاده 20 آبان 1351 تاجر و فعال اقتصادی ایرانیه که در سال 1381 در سن 29 سالگی و در جریان بزرگترین و جنجالی ترین پرونده اقتصادی ایران بعد از انقلاب 57 بازداشت شد. او تا سال 1370 در کنار تحصیل به دستفروشی و بستنی فروشی پرداخت. در سال 70 برای تحصیل در مقطع دکترای حرفه‌ای در رشته دندانپزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کرمان میره. در سالهای دانشجویی مشغول به تولید، بسته‌بندی و صادرات خرما و مرکبات میشه و به گفته خودش از سال 75 با بیش از 50 شرکت اقتصادی در صنایع مختلف از جمله نیروگاه برق و صنایع آلومینیوم اقدام به برگزاری نمایشگاه فروش کالا در آفریقا میکنه. به مدتی در جلسات نمایندگان مجلس ششم به عنوان مشاور حضور داشت که بعد از دستگیری وی جنجال زیادی مطرح شد. در 22 آبان سال 80 جزایری به اتهام فساد مالی و رشوه دستگیر میشه و بعد از 13 سال در 11 مهر 1383 آزاد میشه. در نهایت از سوی شعبه ویژه دیوان عالی کشور از اتهامات فساد اقتصادی براءت میگیره. در حکم نهایی وی مشخص شد که هیچ یک از اموال عمومی رو تزیین نکرده و اموال اصلی و سود تسهیلات به سیستم بانکی برگشت شده. وی بعد از آزادی دوباره فعالیت‌های اقتصادی خودش رو شروع میکنه. سرانجام جزایری بعد از براءت کامل از اتهام اخلال در نظم اقتصادی توسط شعبه ویژه دیوان عالی کشور در نهایت به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در اتهامات اقتصادی جمعاً به 5 سال حبس و در اتهامات معمولی ناشی از عبور از آب و کارت سربازی جمعاً به 6 سال حبس محکوم شد. در سال 94 بعد از 13 سال از زندان آزاد میشه و در سال 97 دوباره زندانی و به 7 سال حبس دیگه محکوم میشه. لعیا باقری وکیل شهرام جزایری درباره آخرین وضعیت موکلش گفته بود موکل بنده هنوز در زندانه و طی روزهای اخیر مشغول مرخصی نشده. او هم اکنون به دلیل یک پرونده مالی در زندانه. خانم باقری گفته این پرونده در گذشته هم جاری بوده و اکنون برای اون اجراییه جدید صادر شده که در رابطه با تسهیلات دلاریه که جزایری دریافت کرده. محمود علیزاده طباطبایی وکیل جدید شهرام جزایری روز 29 آبان گفته بود که آقای جزایری تنها محکوم مالی در ایران به شمار میره که به طور کامل رد مال کرده و تمام بدهی‌های خودش رو پرداخت کرده. شهرام جزایری در آبان سال 80 به دلیل اتهاماتی چون اخلال در نظم اقتصادی ایران، اخلال در نظم صادراتی، پرداخت رشوه، جعل اسناد و حیف و میل اموال دولتی دستگیر و به 27 سال زندان محکوم شده بود. وی همچنین گفته بود مبلغ هنگفتی نیز به دفتر آیت الله علی خامنه ای ارسال کرده
اما دفتر رهبر ایران حاضر نشده که پول وی رو قبول کنه. طرح نام مهدی کروبی و تعدادی از شخصیت‌های سیاسی نزدیک به جریان اصلاح طلب در دادگاه آقای جزائری واکنش شدید مهدی کروبی رئیس مجلس ششم رو به دنبال داشت و وی در نطقی شدیدالله در جلسه علنی مجلس گفته بود که نگران جان شهرام جزائریه. موضوع شهرام جزائری در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز مطرح شد و محمود احمدی نژاد از مهدی کروبی درباره پرداخت 300 میلیون پول از سوی شهرام جزائری به وی سوال کرد. کروبی در پاسخ گفت که برای دریافت کمک مالی از سوی آیت الله خمینی بنیانگذار و اولین رهبر جمهوری اسلامی اجازه داشته. شهرام جزائری در اسفند سال 85 هنگامی که برای ارزیابی دارایی، املاک و مستقلاتش از زندان بیرون اومده بود، گریخت و متواری میشه. اما بعد از مدتی به گفته مقامات جمهوری اسلامی در یک کشور عربی دستگیر و به ایران بازگردونده میشه. او ابتدا به 27 سال حبس محکوم میشه. دیوان عالی این حکم رو به 13 سال کاهش میده. با این حال هم در گفتگو با شرق و هم در گفتگو با رضا رشیدپور در برنامه تلویزیونی درباره اون توضیح داد. شهرام جزائری گفته بود 6 سال اول حبس رو با 91 روز مرخصی سپری کرده و 110 روز هم بعد از تأمین قرار برای سرکشی به رد مال صبح از زندان خارج می شده و شب ها بر می گشته. اونایی که مدت حبس خودشون رو همزمان با شهرام جزائری سپری می کردن روایت هایی از قضا دادن های مناسبتی شهرام به بند عمومی داشته. یا در گفتگوهای درگوشی خود از هدایایی صحبت می‌کردند که شهرام برای همسرش خریده بود. خودش می‌گفت در زندان لپتاپ و اینترنت هم داشته و از اون استفاده درست کرده. یعنی برای مثال جزئیات حکم رو ننوشته، با اینکه می‌دونسته جذابه. او بعد از آزادی هیچگاه درباره فرار خودش حرفی نزده بود. البته از این گلایه هم کرده که چرا گفتند اون اصلاً در زندان نبوده. من از این موضوع در سطح رسانه‌ها گلایه کردم. جدا از افکاری که در جامعه بود، یک مقام قضایی به وکیل من گفته بود که شهرام 5-6 سال اول در زندان نبود. اما مدتی که روی پرونده من تحقیق می‌کردند، من در سلول انفرادی بودم و اجازه ملاقات نداشتم. اساساً پرونده‌های خاص و ویژه 2 یا 3 سال این شرایط رو دارند و کسی نمی‌تونه متهم رو ببینه. برخی معتقدند جریانی به نوعی شهرام رو به این سمت سوق داده که اون گرفتار بشه. این بحث هم هست، ولی به هر جهت جریاناتی بودند که به دنبال زدن شهرام بودند. شهرام جزائری در دادگاه خودش اسامی زیادی از چهره‌های سیاسی رو نام برد که به اونها پول داده و به گفته وکیلش در برابر آنچه داده ما به ازایی نخواسته. شهرام جزائری 2 بار ازدواج کرد. از همسر اول خودش 1 پسر 15 ساله داره که در ورزش‌های رزمی صاحب مدال هم هست. او 2 پسر دیگر هم از همسر دوم خودش که وکیل بود داره. شهرام ظاهراً از هر دو همسرش جدا شده. با این حال عکس های یکی از پسرانش رو به همراه عکس دخترش بارها نشر داده. او با همسر اول خودش در سال اول زندان ازدواج میکنه و اولین فرزندش در همون سالها به دنیا آمد. قبل از ورود به زندان هم با دختر عموی خودش نامزد بوده که ظاهراً به دلیل پیش اومدن این مسائل ازدواج اونها به هم میخوره. وی در جریان دادگاه خودش از پرداخت مبالغ هنگفتی به تعدادی از سیاستمداران شاخص جمهوری اسلامی نظیر مهدی کروبی، هادی خامنه ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مدیران مطبوعات خبر داد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.